بسم الله الرحمن الرحیم. صبح زیبای شما عزیزان بخیر و در ضمن سال نو برای تک تک شما دکتران محترم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که یک سال خوب و خوشی در کنار فامیل ها داشته باشین و از گزند ویروس کرونا در حفظ و امان خداوند باشید. بنده دکتر شکیلا تبحر فائز متخصص نسایی ولدیم و تدریس ای سمستر شما رو به صورت آنلاین به دوش دارم. امیدوارم که این روزا زیاد دوام نکنه و بتوانم به صورت رو در رو با شما تدریس داشته باشم و هدف ما از تدریس ای بخش عبارت از ایه که شما من حیث دکتر باید به صورت درسته به آناتومی دستگاه تناسلی خارجی و داخلی زنان، آناتومی رحم و همچنین آناتومی رأس جنین به صورت درست آگاهی داشته باشین تا بتونین مشکلاتی که در نزد خانم هسته به صورت درست تشخیص بدین، تداوی کنین و همچنان زمانی که خانم ولادت میکنه مشکلات هایی که در نزد خانم وجود داره در پروسی ولادت به صورت درست بتونیم اونا رو تشخیص بدیم و یک طفل اب نرمال و یک طفل نرمال از به صورت درست از همدیگر تمیز بدیم. و همچنان درس ما در این مرحله که درس اول ما می باشه دستگاه تناسلی زنانه که به دو بخش تقسیم میشه، بخش خارجی و بخش داخلی. بخش خارجی از این شامل مونس پوبس، لابیوم میجور، لابیوم منور، کلیتوریس، وستیبول، هایمن و پرینیوم می باشه. که مونس پوبس چه قسم حالت می باشه، ساختمانی داره؟ عبارت هست یک ساختمان برجسته ای که در جلو پوبس قرار داره، در جلو عظم پوبس ساختمان برجستیه که بعد از بلوغ تراکم شحم در این ناحیه افزایش پیدا میکنه که هر قدر خانم لاغر هم باشه باز هم شحم در این ساحه زیاد تراکم میکنه که این میتونه وظیفه محافظوی در اثر صدمات وارده که در هنگام مقاربت نزد خانم ایجاد میشه از اونا جلوگیری میکنه. لابیوم میجور چیه؟ لابیوم میجور یا لبهای بزرگه که قشای بیرونی فرج تشکیل میره و پودنده اینجی یک اصطلاح آماده که به نام دستگاه تناسلی خارجی یاد میشد، پودنده خود از او فرج معنا میره و لبیوم منور با لبه داخلی فرج لبیوم منور میگه که نظر به هر انسان از نظر شکل، از نظر ساختمان، از نظر رنگ این متفاوت میباشه و دستگاه یک قسمتی از دستگاه خارجی تناسلی خانم ها باشه. و کلیتوریس هم ساختمان انتعزیه که این ساختمان انتعزی در نزد خانم ها میتونه که سه قسمت داره، قسمت گلنس، قسمت بدن یا جسم از اون باشه و دو پایی از اونه که دو پایی از این در حقیقت یعنی سه قسمت تشکیل میده که دو پایه داره که دو پایه از این به نام کورپوس کاورنوز یاد میکنن و کلیتوریس میتونه 2 تا 3 سانتی متر طول داره و 2 تا 3 میلی متر هم قطر از این باشه و میتونه که در خواص جنسی نقشه اساسی داره. و وستیبول به معنی دهلیز معنا میده. وستیبول در حقیقت چه قسم ساختمانی میباشه؟ ساختمان بادام ماننده که این ساختمان بادام مانند از طرف پایین توسط پرده بکارت یا توسط هایمن، از طرف جوانب توسط لبیوم منور، از طرف قدام توسط اهلیل، توسط کلیتوریس احاطه میشه و از طرف پایین هم فرشت ایر احاطه میکنه و 6 فوهه به داخل وستیبول باز میشه که فوهه اهلیل، 2 فوهه قنات قدوات برتولین، فوهه محبل و 2 فوهه قدوات بزرگ پارا یورترال و داخل از این باز میشه. و هایمن چیه؟ هایمن در حقیقت یک قشای بسیار نازکه که از نسج ایپیتل شاخی ای تشکیل شده، مدخل ورودی واژن را احاطه میکنه و ای از خود منفذ داره به خاطر خروج خون عادت ماهوار یا قاعده ای در نزد خانم ها، یعنی خون عادت ماهوار باید از این منفذ خارج بشه و اگر این منفذ نداشته باشه به نام ام پرفوراتد هایمن یا نه هایمن بدون منفذ یا بدون سوراخ یاد میشه که به ندرت اتفاق افتاده. طفلی که به دنیا میایه یا دختر متوجه میشن که این هایمن از این سوراخ نداره و یا زمانی متوجه میشن که به بلوغیت میرسه و خون عادت ماهوار
در پشت از ایهای من که منفذ نداره تراکم میکنه و از ثروت نزو به شکل یک مس دیده میشه که میتونم او با توسط عمل جراحی که به شکل تی شیپ روی های من داده میشه، محتویات تخلیه میشه از قسمت سمفیزیس بوبیس، فشار داده میشه در نزد مریض، از فشار داده میشه و محتویات تخلیه میشه و ما به ما میتونه که عادت ماهوار انجام شد نزد خانم و خون از این منفذ دفع میشه و های من میتونه که به صورت یک منفذ باشه، منفذ بسیار کوچک میتونه داشته باشه، به شکل هلالی میتونه باشه، به شکل ستاره‌ای میتونه باشه، به شکل دندانه‌دار یا حاشیه‌ای یا دندانه‌دار یا ایمپرفورا یا دندانه‌دار میتونه باشه که به نام فیمبریت ریاد میکنن، به شکل سپتیتید یا به شکل حجابدار هم میتونه باشه و منفذ از این در یک دختر جوان بالغ که ازدواج نکرده باشه میتونه از 2 میلیمتر تا 10 میلیمتر منفذ از این میتونه که یعنی اندازی از این منفذ میباشه و خیلی اصلا از نظر طبی تا حالی دیده نشده دختری که به دنیا آماده باشه هایمن نداشته باشه. و پرینیوم چیه؟ پرینیوم یعنی ایجان منامده. به صورت خلاصه بگیم ایجان در حقیقت همو اطراف کانال ولادیر به نام ایجان یاد میکنن یا میتونه که فاصله بین محبل تا مقعده به نام ایجان یاد میکنن که جسم از این در حقیقت در وسط فاصله بین محبل و مقعد میتونه باشه که این محلیه که ارتکاز وتر عضلات اسفنکتر خارجی مقعد، 2 عضله لیواتور انی یا بالا برنده مقعد، عضلات سطحی و عمیق پرینیال یا ایجان و عضله بلب و کاورنوس در این ناحیه ارتکاز پیدا کرده و همچنین پرینیوم از نظر بلدی بسیار ارزش داره، خصوصا زمانی که خانم ولادت میکنه اگر طفل از این لارج باشه یا سرعت ولادت کنه و اپیزیوتومی یا قیچی در نزد خانم در کانال ولادی صورت نگیره یا کم تزایق داشته باشه میتونه سبب صدمه و آسیب به عضلات و اوتار نهی پرینیال ایجاد میشه و میتونه پارگی ها در نزد خانم به وجود میاره. و دستگاه تناسلی داخلی داریم که دستگاه تناسلی داخلی با ساختمان های مثل واژن و یوترس و فالوپیان تیوب و سرویکس و واژنه، سرویکس و اواریز یا تخمدان ها و دوگلس پاوچر یا جوف دوگلزر میتونه احاطه میکنه که واژن خود از این ساختمان تیوب ماننده داره که جدار قدمی داره، جدار خلفی داره، جدار قدمی از این در حدود 8 الی 9 سانتی متر از ابتدای واژن شروع تا به قسمت سرویکس یا قسمت رحم ادامه داره و قسمت خلفی از این طولانی تره، یعنی در حدود 1 سانتی متر که 9 تا 10 سانتی یا 10 الی 11 سانتی متر گفته طول از این میتونه باشه که این هم از قسمت فرج یا از قسمت واژن شروع شده تا به قسمت اتصال به رحم ادامه پیدا میکنه و در لایه داخلی از این خطوطی به صورت مسترز وجود داره که این خطوط مسترز به نام روگز یاد میکنن که روگز خطوطی میباشه که اینا هم از نظر مطالعاتی که کردن فقط میگه در تمایل جنسی اینا نقش اساسی دارن و در هر نوع عملیاتی که در ناحیه واژن انجام میشه کوشش میکنن که همین خطوط مسترز یا روگزی که در داخل واژن قرار داره او رو حفظ کنن و این به عملیات بر ندارن که تمایل جنسی در نزد خانم حتی بعضی مطالعات گفته کامل معدوم میشه و از بین میره و محل اتصال خود واژن برهیم به نام ویژنال پاوچ یاد میکنن، یعنی فرورفتگی خود واژن که در این حالت با ای به 4 فورنکس یا 4 فرورفتگی دیگه تقسیم میشه که فورنکس قدمی داریم ما که فورنکس قدمی در این ناحیه فورنکس قدمی قرار داره و این 2 طرف دیگه از این فورنکس خلفی جنبی میگن و 1 فورنکس که عمیق‌تر زمانی که اون قرهم ما به طرف از جدار خلفی اون قرهم به طرف بالا توسط پنس کش کنیم او کامل مشاهده میشه که فورنکس خلفی در همون ناحیه ساحه عمیق‌تر وجود داره و همچنین یوترس ما داریم که یوترس از چی ساخته شده؟ ساختمان ناک مانند و عضلی می باشه که طول از 7.5 سانتی متر می باشه، عرض از 4 سانتی متر و ضخامت از 2.5 سانتی متر می باشه.
و همچنین این ساختمان از چند ساختمان دگه از سه بخش دگه تقسیم شده تشکیل شده که قسمت علوی از او به نام قور رحم یاد میکنن، بعدا جسم رحم میباشه و بعدا عنق رحم میباشه که عنق رحم یا سرویکس که توسط یک نهی بسیار نازک تنگ متضیق که به نام چی یاد میشه؟ به نام اسموس یاد میشه. این قسمت سرویکس به رحم در همین ناحیه وصل میشه که این قسمت به نام اسموس یاد میکنن، یعنی به جوف رحم اتصال پیدا میکنه و این جوانه به رحم به نام چی یاد میکنن؟ به نام قرنهای رحم. این قسمت ها به نام قرنهای رحم یاد میکنن، یعنی رحم به حالت نرمال دارای به می شکل می باشه و گاهی اوقات قرن رحم حالت می باشه که مثلا زنایی که ولادت می کنن زیادتر به صورت بریچ ولادت می کنن، قرن رحم متفاوت می باشه، یعنی رحم دو قرنه داره. از این حالت ای آماده و در قسمت فرمده از فرو رفتگی پیدا می کنه تا این قسمت و پس یک لایه دگه می سازه تا این حالت که این ما به نام رحم دو قرنه یاد می کنیم که زیادتر ولادت ها به صورت بریش در این حالت صورت میگیره. و همچنین وزن رحم در یک خانم جوانی که هنوز ولاده چیزی نورده باشه، یعنی نولیپار باشه، میتونه 30 تا 60 گرم باشه، طول از 8 سانتی متر، عرض از 4 سانتی متر باشه و ضخامت از 1.2 سانتی متر. ولی رحم در یک خانمی که نولیپار باشه، یعنی اولاد نورده باشه، ها خانمی که مولتیپار باشه، یعنی چندین تا طفل به دنیا آورده باشه، کاملا از نظر اندازه، از نظر ضخامت و از نظر وزن کاملا متفاوت می باشه. یعنی در زنان مولتیپار رحم کاملا وزن از این زیادتره، طول از این، عرض از این و ضخامت از این بیشتر می باشه. و فالوپیان تیوب یعنی چیه؟ فالوپیان تیوب در حقیقت همو سلپنگز ها می باشه یا تیوب های رحمیه در نزد خانم، که این تیوب های رحمی از جن و رحم منشأ می گیره و در حدود 8 الی 14 سانتی متر طول از این باشه. اینا رو به نام فالوپیان تیوب یاد میکنن. که فالوپیان تیوب با چی حالت ها داره؟ 5 قسمت داره که یک قسمت هزی به نام انترستیشیاله، که قسمت انترستیشیال محلیه که یعنی در داخل عضله رحم. این قسمت به نام انترستیشیال میگن، این قسمت به نام اسموس یاد میکنن، یعنی نهی تنگی به نام اسموس، و قسمت متصل‌تر از او آمپولای و بعدن قسمت انفاندیبولوم می باشه که یعنی یک ساختمان قیف ماننده داره، بعدن فیمبریای که ساختمان پنجه ماننده داره. و این ساختمان پنجه مانند همیشه تخمه‌ای که از تخمدان آزاد میشه او رو میگیره و انتقال میده در داخل فالوپ ها و از اون طریق به داخل رحم که باز القا در داخل رحم صورت میگیره، و یا اگر القایی نباشه، اسپرم نباشه، میتونه سبب دفع شدن تخمه میشه. و بعدن سرویکس داریم. سرویکس چیه؟ سرویکس هم عبارت از همون عنق رحم می باشه که محل اتصال قسمت سفلی رحمه یا محل اتصال از او به قسمت واژن می باشه. و سرویکس در حقیقت دو منفذ داره یا دو فوهه داره، یک فوهه خروجی داره، فوهه داخلی داره، که فوهه خروجی از ایر به نام اکسترنال اوس یاد می کنن، فوهه داخلی از ایر انترنال اوس یاد می کنن. و در توسط یک مجراگک بسیار باریکی میتونه که فوهی خارجی به فوهی داخلی ارتباط پیدا میکنه. و سرویکس چی وظیفه داره؟ میتونه در ابتدای هم یا خانم هنوز حمل نگرفته یا میخواه حمل بگیره، یک افرازات مخاطی تولید میکنه که تحت تاثیر هورمونای زمانی که افرازات تولید کرد میتونه در زمان اوولشن یا آزاد شدن تخمه سبب انتقال سریع‌تر اسپرم داخل رحم میشه. و زمانی که حمل در نزد خانم ایجاد شد، وظیفه از اینه که مانع دفع خود همین محتویات میشه، که مانع دفع محتویات میتونه در نزد از چی میشه؟ یعنی منفذ بسته میشه، نمیگذاره که محتویات نزد خانم دفع شه. اواری چیه؟ اواری هم عبارت از همون تخمدان میباشه، یا اواری است تخمدان های که ساختمان بیضوی داره، در دو طرف رحم ای قرار داره و در حدود 3 سانتی متر طول از این میباشه، 3 سانتی متر طول از این میباشه، به طرف راست و چپ رحم یا در جوانب رحم ای قرار داره. و وظیفه از این تولید استروژن و پروژسترون میباشه که اینها هم میتونه در زمان بلوغ ای تولید میشه و میتونه باعث به وجود آمدن عادت ماهوار، خونریزی عادت ماهوار یا قاعده ای در نزد از اینا میشه، و حتی میتونه در پروسی باروری یا حمل هم در نزد خانم استروژن پروژسترون نقش اساسی داره.
و جوف دوگلاس چیه؟ جوف دوگلاس در حقیقت فرو رفتگی عمیق‌ترین قسمت بطنر به نام جوف دوگلاس یاد میکنن که زمانی که رحم همی پریتوان سطح رحم زمانی که قسمت قدام رحم پریتوان احاطه میکنه میپوشونه و قسمت قور رحم میرسه از قسمت بالایی انتقال پیدا میکنه منعکس میشه به طرف خلف رحم. قور رحم از طرف خلف کامل میپوشانه و از طرف خلف که قور پوشیده شد با جسم رحم میپوشانه و از جسم عظومیه در قسمت فورنکس خلفی هم که ما گفتیم عمیق‌ترین فورنکس او را میپوشانه و زمانی که پوشید انعکاس میکنه به قسمت کلونها و کلونها که انعکاس پیدا کرد پس این قسمت به نام جوف دوگلاس یا دوگلاس پاوچ گفته میشه که زمانی که عملیات نزد خانم ایجاد میشه ما رحم کش میکنیم به طرف قدام این جوف کامل ما مشاهده میکنیم که چی در کیستا باشه چی در سزارین باشه در هر حالت یعنی عمیق‌ترین فرو رفتگی داخل بطنر به نام جوف دوگلاس یاد میکنیم. ارواح جهاز تناسلی چی قسم میشه؟ ارواح جهاز تناسلی ارواح فرج توسط شاخه های جانبی پودندال داخلی که از شعبات انتهای ایلیاک داخلی می باشه ارواح میشه. شعبات کوچکی هم از پودندال خارجی ای هم میتونه قسمت های از قدام فرج ارواح کنه و تخلیه وریدی از اون میه به ورید پودندال داخلی و ورید سفنی بزرگ تخلیه میشه و ارواح حوصله توسط شیریان ایلیاک داخلی و تخمدانی صورت میشه. پس اگر ارواح رحم رو بگیم رحم چه قسم ارواح میشه؟ رحم در حقیقت ای هم توسط دو شیریان شیریان ایلیاک داخلی و شیریان تخمدانی ارواح میشه که شیریان ایلیاک داخلی از کدوم قسمت میایه؟ از قسمتی که ما در طرف جنب خود رحم و پهلو از ای که ما فالوپار داریم تخمدانه داریم و یک لیگامنتیه که از این قسمت اینار کامل احاطه میکنه و میه تا به قسمت محل اتصال سرویکس به خود واژن که این لیگامنت به نام لیگامنت گرد یا لیگامنت به نام لیگامنت عریض یا لیگامنتوم لاتوم به نام لیگامنت عریض یا لیگامنتوم لاتوم ایاد میشه که خیلی وعی میباشه تمام وریدها در داخل عزینه شرائین در داخل عزینه و حتی خود حالب از لبه عزی عبور میکنه و ای بسیار ارزش داره و تمدی عزیر برقرار میسازه و ثانیان همین قسمت شیریان ایلیاک داخلی که شعبه عزی میایه شیریان رحمیر میسازه میایه به لبه تحتانی همین لگامن داخل میشه و از این قسمت لگامن که داخل شد تصویر عزی و کتاب به صورت واضح هست. باز میتونیم شما دکتر صاحبای محترم از تصویر از استفاده کنیم. زمانی که آماد از لبه از این لگامنت داخل شد میه در قسمت جنب میه به محل اتصال سرویکس و واژن و در این نهیه که آماد دو شعبه میده شیریان یک شعبه به طرف پایین میده که قسمت سرویکس و واژن ارواح میسازه و یک شعبه به صورت معوج از جنب رحم عبور میکنه و میتونه که شعبات متعدد به جسم رحم میده و یک شعبه میده به قسمت قور رحم و یک شعبه به قسمت فالوپا میده و این شعبه که به فالوپا ادامه پیدا میکنه داده میشه میای خود شعبه تخمدانی یک جا میشه یعنی تفمم میکنه با شعبه تخمدانی و شیریان تخمدانی از کجا ارواح میشه؟ شیریان ابهر یک شعبه میده به طرف تخمدان که از لگامنت انفاندیبول و پلویک عبور میکنه میای در جدار خود تخمدان میای زمانی که به جدار تخمدان داخل شد به قسم نفوذ پذیری میکنه به داخل تخمدان به صورت شعایی شعبات متعدد میده خود تخمدان کامل ارواح میسازه و قسمت سوری از این که رسید یک شعبه هم جدا میسازه از این و این شعبه که جدا کرد از تخمدان به طرف فالوپا میره و خود شعبه فالوپ رحمی یک جا میشه تفمم پیدا میکنه. پس همینه که زمان خانم تخوندیزی بسیار شدیدی داره یا رحم اتونیه یا رحم خود جمع نمیکنه بعد از ولادت خونریزی بسیار شدیدی نزد خانم ایجاد میشه که احتمال مرگ میره خانم بالا میره ما به خاطر نجات جان مادر اول شیریان رحمیر بسته میکنیم و اگر دیدیم نشود شیریان ایلیاک داخلی بسته میکنیم ولی خون کامل قطع نمیشه در رحم چرا که از طرف بالا شیریان تخمدانی هسته که رحم ارواح میسازه. و زمین حوصله چیه؟ زمین حوصله هم عبارت از انساج جوف حوصله و سطح فرج و ایجانه
که شامل پریتوان حوصلی، شحم و انساج حجروی خارج پریتوانی، عضلات لیواتور انی و صفاق عضل می باشه و حتی یورو جنیتال دیافرگم و عضله پرینیال یا ایجان و اپونیوروز آزو یا پوش آزو میتونه باشه و نسج و شحم تحت الجلدی و جلد میتونه تشکیل ده و در خط متوسط زمین حوصله سه تا فوه باز میشه که یک فوه ایهلیل، فوه محبل و فوه رکتوم میباشه و عضلات لیواتور انی میگیم چیه؟ عضلات لیواتور انی شامل سه عضله که یکی به نام پوبو کوکسیجیوسه، یعنی از پوبس به کوکسیجیوس یک عضله انتقال پیدا میکنه، یکی ایلیو کوکسیجیوسه که از ایلیوم به کوکسیم انتقال پیدا میکنه و اسکیو کوکسیجیوسه یعنی از محل نشیمنگاه به کوکسی انتقال پیدا میکنه و باز همی عضله پوبو کوکسیجیوس با سه شعبه دیگه داره که یک شعبه ازی به نام پوبو یورترال یعنی از پوبس به ایلیل انتقال پیدا میکنه و پوبو وجنال از پوبس به واژن میایه و پوبو رکتال که به اونهیه به رکتوم انتقال پیدا میکنه که مجموعا این عضلات رو به نام عضلات لیواتور انیات میکنن یا عضلات بالا برنده مقعد میباشه که در تردیدات محبلی بسیار ارزش داره، خصوصا زمانی که پارگی ها در کانال ولدی نزد خانم ایجاد میشه، چی گرید 3 و گرید 4 باشه، چی گرید 2 باشه، زمانی که باز به درس های آینده بخیر پارگی های کانال ولدی خونده میشه و به صورت درسته میفهمیم که پارگی های درجه 1 و 2 و 3 و 4 کدام نوع پارگی ها می باشه که این عضلات لیواتور انیل حتما به خاطر محکم کردن مساحه، به خاطر تمادی بهتری بتونه به در مساحه بده، ما حتما باید ترمیم کنیم و استناد محکم تری برای جلوگیری از افتادگی خود لگن در نزد خانم ها ایجاد میشه که ما باید در هنگام ترمیم پارگی ها ایر حتما ماسوشر بزنیم و متوجه از این باشیم. آناتومی حوصله و روابط از او با جنین.